سفرا و نمایندگان اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه در کاخ سفید برای یک نهار کاری میهمان پرزیدنت ترامپ بودند. این دیدار با هدف بازدید دیپلمات‌ها از لاشه موشک بالستیکی است که به گفته واشنگتن نشان می‌دهد ایران به صورت غیرقانونی تسلیحات به شیعیان حوثی یمن ارسال می‌کند. این دعوت به ابتکار نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل صورت پذیرفته و رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا و هربرت مکمستر مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز در این دیدار حضور داشتند. فرهاد پولادی گزارش می‌دهد. پرزیدنت ترامپ ابتداً با قدردانی از حضور تمامی 15 نماینده شورای امنیت ملل متحد در کاخ سفید گفت که دولتش قصد دارد که در مقابله و شکست دادن دشمنان منافع آمریکا از همکاری شورای امنیت ملل متحد بهره گیرد. امروز ما با سفرای حاضر درباره مسائلی مانند آری کردن کره شمالی از تسلیحات اتمی، مقابله با رفتارهای بی‌ثبات کننده ایران و پایان دادن به نزاع در سوریه و مقابله با تروریسم صحبت خواهیم کرد. او سه موضوع را در این دیدار برجسته کرد که دو موضوع آن به آنچه واشنگتن نقض قطعنامه شورای امنیت ملل متحد توسط ایران می‌داند اختصاص داشت. امروز شما از لاشه موشک ساخت ایران و تسلیحاتی که به متحد ستیزه‌جویش در یمن ارسال می‌کند بازدید کردید. پس از این جلسه شما از نمایشگاه جنایات رژیم سوریه در موزه هولوکاست در واشنگتن دیدن خواهید کرد. بنابراین شما از موشک ساخت ایران و گوشه از جنایات رژیم سوریه دیدن کردید. ما همچنین درباره نحوه شکست دادن طالبان با هم صحبت خواهیم کرد. پیشتر خانم هیلی در آخرین ماه سال گذشته در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا در نزدیکی پایتخت واشنگتن در جلسه توضیحی برای خبرنگاران گفته بود که این لاشه موشکی است که 4 نوامبر 13 آبان ماه امسال از یمن به سمت ریاض پایتخت عربستان سعودی شلیک شده است. آمریکا میگوید صادرات تسلیحات به یمن نقض آشکار قطعنامه 2231 شورای امنیت ملل متحد است. هم‌اکنون در مقابله با طالبان ما باید از اصول دیگری پیروی کنیم، زیرا که شاهدیم که این گروه مردم خود را می‌کشد، زنان و کودکان بیشماری را بی‌رحمانه می‌کشد. وضعیت خیلی بدی در آنجاست. ما با طالبان حرف و مذاکره ای نداریم. ما آنچرا که باید پایان دهیم تمام خواهیم کرد. یعنی کاری را که هیچ کس تا کنون تمام نکرده به نتیجه خواهیم رساند. تا امروز هفته گذشته طالبان حدود 100 تن از شهروندان افغان و خارجی از جمله آمریکاییان را در حملات به هتل و بیمارستان‌ها در این کشور کشتند. فرهاد پولادی، صدا آمریکا.